در این زمینه گفتگو می‌کنیم با همکارم بیژن فرهودی از استودیو صدای آمریکا در لندن. آقای فرهودی، آیا دولت کامرون در رابطه با اقدام نظامی احتمالی در سوریه از حمایت کافی در پارلمان برخورداره؟ پارلمان الان در تنفس، اما آقای کامرون که خودش امروز تعطیلات تابستانیشو کوتاه کرد و به لندن بازگشت، از جان برکا رئیس مجلس خواسته که نمایندگان رو 4 روز زودتر از موعد مقرر به لندن فرا بخونه تا روز پنجشنبه در مورد طرح دولت مباحثه کنن و در زمینه اون رأی گیری بشه. آقای کامرون معتقده که سوریه باید به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی مجازات بشه، اما از سوی قانونگذاران تحت فشاره که هر گونه مداخله در بحران سوریه رو قانوناً توجیه بکنه. برای نمایندگان پارلمان بریتانیا مداخله در سوریه تداعی کننده مشارکت نظامی کشور در عراق که برای این انجام شد که جلوی کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی توسط رژیم صدام رو بگیرن، اما بعداً چنین سلاح‌هایی در عراق پیدا نشد. به همین علت الان بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا میخوان مطمئن بشن که دلیل دولت برای دخالت در این جریان موجهه. یک روز قبل از تشکیل جلسه استرالی پارلمان، شورای امنیت ملی بریتانیا به ریاست آقای کامرون تشکیل میشه که در اون مقامات ارشد نظامی اطلاعاتی کشور حضور دارن. امروز هم آقای کامرون جلساتی رو با همکاران ارشد خودش از جمله نیل کلگ معاون نخست وزیر و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه داشت. آیا هیچ تصمیمی برای اقدام نظامی گرفته شده از طرف دولت بریتانیا؟ هیچ تصمیم قطعی فعلا گرفته نشده، اما آقای هیگ وزیر خارجه حاضر نشده که هیچ اقدامی رو مانند حملات هوایی هدفمند ظرف چند روز آینده منتفی بدونه. دولت لندن گفته که هر گونه واکنش نظامی به حمله شیمیایی هفته پیش رو که البته رژیم سوریه منکر انجام اون شده متناسب و قانونی خواهد بود و هدفش بازداشتن رژیم سوریه از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی. رأی روز پنجشنبه پارلمان برای دولت الزام اجرایی نداره، اما به گفته منابعی در دفتر نخست وزیر، آقای کامرون به نظر نمایندگان پارلمان که بسیاریشون نگران عواقب مداخله نظامی هستند توجه خواهد کرد. در این میان یک عضو متنفذ محافظه‌کار پارلمان آقای ریچارد اتوی از دولت خواسته که هر گونه گزارش اطلاعاتی در مورد حملات شیمیایی در دمشق رو در اختیار کمیته‌های اطلاعاتی و امنیتی پارلمان قرار بده. به هر ترتیب فارغ از رأی مجلس، نخست وزیر بر اساس اختیارات قانونی خودش حرف آخر رو در مورد مشارکت بریتانیا در عملیات نظامی خواهد زد. وبسایت خبری CNN توک در مورد حمله قریب الوقوع آمریکا و بریتانیا صحبت کرده، در حتی از 2 روز آینده یعنی پنجشنبه شروع میشه. آیا نشانی از آمادگی نیروهای بریتانیایی برای چنین اقدام نظامی علیه رژیم اسد دیده شده؟ قوی ترین نشانه از آمادگی ارتش بریتانیا برای اقدام نظامی ورود هواپیماهای جنگی و حمل و نقل به پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در جزیره قبرس که حدود 160 کیلومتر با سواحل سوریه فاصله داره. ساکنان مناطق اطراف این پایگاه هم خبر از افزایش فعالیت در اونجا در 48 ساعت گذشته دادن. به نوشته گاردین، اگر دستور حمله صادر بشه، قبرس در حکم مرکز کمپین هوایی علیه سوریه خواهد بود. سپاسگزارم از توضیحات شما. بیژن فرهودی، خبرنگار صدای آمریکا، مستقیم از لندن.